رئیس جمهوری آمریکا دموکرات‌ها در کنگره را برای کوتاهی در همراهی با دولتش در اعمال تغییرات در قوانین مهاجرت کشور مقصر می‌داند. پرزیدنت دونالد ترامپ و وزیر امنیت داخلی آمریکا روز گذشته همچنین به منتقدین جدایی کودکان مهاجر غیرقانونی از مادران و پدرشان که در تخطی از قوانین آمریکا از مرز جنوبی ایالات متحده با مکزیک وارد کشور شدند پاسخ دادند. اقدام ماموران اداره مهاجرت و مرزبانی آمریکا که از زیرمجموعه‌های وزارت امنیت داخلی است در روزهای اخیر با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شده. گزارشی از فرهاد پولادی. پرزیدنت ترامپ دموکرات‌ها را برای عدم همراهی با او در اصلاح قوانین مهاجرتی در آمریکا سرزنش کرد. تمامی مشکلاتی که در مهاجرت داریم تقصیر آنهایی است که نمی‌توانیم به امضای لایحه مهاجرت وادارشان کنیم. حتی نمی‌توانیم آنها را پای میز مذاکره بیاوریم و من قاطعانه می‌گویم دموکرات‌ها مقصرند. آنها مانع از تصویب لایحه مهاجرت می‌شوند. واقعاً ابستراکسیونیست هستند. آمریکا اردوگاه مهاجران نخواهد بود و تأسیساتی برای نگهداری پناهجویان نخواهد بود. به وقایعی که در اروپا و کشورهای دیگر رخ می‌دهد نگاه کنید. نمی‌توانیم اجازه دهیم در آمریکا هم رخ دهد، نه تحت نظارت من. پرزیدنت ترامپ جدایی کودکان از والدینشان در مرز مکزیک را تأسف‌بار خواند. ما ایمنی و امنیت برای کشورمان می‌خواهیم. اگر دموکرات‌ها به جای ابستراکسیون بنشینند و مذاکره کنند، می‌توانیم به سرعت مشکلات را حل کنیم. به نفع کودکان، به نفع کشور و به نفع جهان است. می‌توانیم از جدایی کودکان جلوگیری کنیم. ما این قوانین بسیار بد را داریم. قوانین وحشتناکی هستند. آنچه رخ می‌دهد غم‌انگیز است، اما می‌تواند به سرعت و به نحوی زیبا حل شود. روز گذشته سایت خبری مستقل پرو ریپابلیکا فایل صوتی منتشر کرد که گفته می شود صدای کودک 6 ساله است که از خاله اش در مرز جدا شده است و قرار است با مامور اداره مهاجرت برود. کیرستن نیلسون وزیر امنیت داخلی آمریکا روز گذشته در کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاران گفت که در صورتی که هر گونه گزارشی از بدرفتاری با این کودکان از سوی ماموران اداره‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌اش به او برسد، به دقت و با سرعت بررسی خواهد کرد. او نیز از کنگره خواست که هر چه زودتر قوانین مهاجرت را بازبینی و اصلاح کند. Surely it is the beginning of the unraveling. وقتی قوه‌ای که وظیفه‌اش قانون‌گذاری است به قوه مجریه این قانون بگوید که قانون را اجرا نکن، این عملاً آغاز فروپاشی دموکراسی است. من از کنگره می‌خواهم که این هفته برای حفظ امنیت مرزهایمان و ادامه اجرای ایدئال‌های انسانی جلسه تشکیل دهد. انجام وظایف نباید در هم تداخل یابند. اگر نقاط ضعف قانون برطرف شود، می‌توانیم کارها را پیش ببریم. ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا در یک موضع‌گیری که رسانه‌های آمریکا آن را کم سابقه دانستند، زیرا که معمولاً بانوی اول در مسائل سیاسی موضع‌گیری نمی‌کند، خواستار اصلاح قانون مهاجرت شد. سخنگوی بانوی اول آمریکا در بیانیه رسمی اعلام کرد که وی معتقد است ما کشوری می‌خواهیم که از همه قوانین تبعیت می‌کند و با مروت اداره می‌شود. همزمان علاوه بر رهبران مذهبی کاتولیک و پروتستان در آمریکا، هیلاری کلینتون، لورا بوش و میشل اوباما، بانوان اول پیشین آمریکا، نیز از جدا کردن فرزندان مهاجرین غیرقانونی از والدینشان در مرز انتقاد کردند. بر پایه آمار ارائه شده از سوی دولت آمریکا، طی 6 هفته گذشته حدود 2000 کودک از والدینشان در مرز جنوبی جدا شدند. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.